به دور از هر گونه تعارف و اغراق، باید اعتراف کنیم مقایسه فوتبال ایران با سیرک جفای جدی در حق سیرکه. اتفاقا سیرک نمایش منسجمیه که با نظم میلیمتری برگزار میشه. بندبازا جونشونو پای این انضباط قمار میکنن و حیوونا به نوبت و دقت از بین حلقه های آتش میپرن. برای توصیف فوتبال هر دنبیل ایران اما به کل باید دنبال کلمات دیگری بگردیم. این حجم از آشفتگی آمیخته به بیاری چیزی نیست که کلمات ساده قادر به روایتش باشن. لیگی که قرار بود هفته گذشته آغاز بشه به این هفته موکول شد. گفتن هوا گرمه، باشگاه آماده نبودن و خزعبلاتی از این دست. بسیار خوب، حالا 24 ساعت قبل از بازی پرسپولیس و آلومینیوم عراق اعلام کردن این مسابقه بدون حضور تماشاگر برگزار میشه. چرا هیچ کس توضیح نمیده؟ مدیونید اگه 1% تصور کنید این تصمیم به الزام حضور بانوان در ورزشگاه ها مربوطه. به هیچ وجه اصلا این تصور رو نکنید. به خودشون باشه میگن مسئله اینه که آقای فوتبال آسیا هنوز نتونسته بازسازی استادیوم 50 ساله و از کار افتادی آزادی رو تموم کنه. با مزه تر این که شاید به همین دلیل بازی پخش زنده تلویزیونی هم نداشته باشه. یعنی قراره دو تا تیم با هم بازی کنن که نه کسی در ورزشگاه میتونه رقابت اونا رو ببینه و نه فیلمی از اون ضبط میشه. لااقل چارت ریش سفید ببرید، نتیجه بازی رو بنویسن و برای ثبت در تاریخ امضا کنن. تازه این وضعیت مضحک در شرایطی اتفاق افتاده که قرار بود سوپرجامو هم در حاشیه همین بازی به پرسپولیس اهدا کنن. این وضعیت رقت برانگیز ماست. امروز آندرس اینیستا به لیگ امارات رفت و همزمان بازیکن عراقی مثل رفسنجان کمتر از یه هفته بعد از عقد قرارداد خواهان فسخ اون شد. چرا؟ به این بهونه که نمیتونه در ایران زندگی کنه. بزرگتر این شتاب دنیا احتمالاً همین سرعتیه که ما در پسرفت داریم. فهمیدن این چیزا زیاد سخت نیست، اما افسوس که در وجود بسیاری از مسئولان چیزی به اسم خجالت وجود نداره. اساساً هیچ چیز اونا رو تکون نمیده، چون یاد گرفتن شرم نکنن. خوش به سعادتشون. چی بگم واقعاً؟ بگذاریم بریم به یکم خبرای کوتاه رو با هم دیگه مرور بکنیم، یکم از این حواشی در بیاریم. من واقعاً خیلی حال و اوضاعم خوب نیست، واقعاً دارم هرس میخورم. آرمان رمضانی هم بالاخره به استقلال برگشت. خب میدونید دیگه، آرمان رمضانی رفت اما 72 ساعت نشد که برگشت. نکونام در شرایطی تصمیم به تقویت خط حمله استقلال گرفت که از فصل گذشته امیر ارسلان مطهری، پیمان بابایی، سجاد شهبازاده و آرمان رمضانی در فهرست آبیپوشای پایتخت بودن و در بازار تابستونم آریا برزگر به صف مهاجمای استقلال اضافه شد. با توجه به عملکرد ضعیف مهاجمای استقلال در فصل گذشته، جواد نکونام تصمیم گرفت تا روی نام شهبازاده و رمضانی خط قرمز بکشه که این دو مهاجم در روزهای گذشته قرارداد خودشون رو با استقلال فسخ کردن. حالا سجاد شهبازاده تصمیم گرفت تا برای ادامه مسیر فوتبالیش به مثل رفسنجان بره، اما با گذشت 3 روز از فسخ قرارداد رمضانی با استقلال که همراه با بخشیدن بخش مهمی از مطالباتش بود، مهاجم بلندقامت استقلال تیم جدیدش رو انتخاب نکرد. اونم در شرایطی که از تیم‌های تراکتور تبریز، گلگهر سیرجان و نساجی مازندران به عنوان مقصدهای احتمالی رمضانی یاد میشد. حالا دیگه رمضانی هم به تمرینات برگشت و باشگاه استقلال هم با صدور اطلاعیه‌ای بازگشت رمضانی رو تایید کرد و در این باره توضیح داد. با تصمیم جواد نکونام سرمربی استقلال و با توجه به نیاز تیم، آرمان رمضانی در فصل جدیدم همچنان پیراهن آبی رو به تن میکنه. از همینجا میتونیم به اوضاع قاراشمیش باشگاه استقلال هم پی ببریم. وضعیت اسفناک ورزشگاه آزادی رو هم بگم تا یادتون نرفته، عکس رو ببینید. اینو یکی از خبرنگارا واسه من فرستاده بود. واقعا آدم چی بگه؟ کجا رو ببینه؟ چی کار کنه؟ مشابه حسینی هم تو کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با پرسپولیس مصاحبه کرد و عملا یه کنایه‌ای زد به باشگاه استقلال و گفت که این بازی مقابل تیم اول پایتخته و همیشه بازی مقابل تیم اول پایتخت سخته. گزینه خارجی پرسپولیس مشخص شد. بازیکن سابق منچستر سیتی و اینتر آخر هفته در تهران. هفته گذشته یه خبرنگار اسپانیایی مدعی شد استوان یوویچ، ستاره سابق سیتی و فیورنتینا، در آستانه انتقال به باشگاه پرسپولیس قرار داره. من این موضوع رو کار کردم، یکم تکذیب شد، اما دیگه الان کم کم داره رنگ واقعیت به خودش میگیره. این بازیکن مونتنگرویی میگن که با باشگاه ایرانی که پرسپولیس باشه به توافق رسیده و تا پایان هفته راهی تهران میشه. اتفاقا سایت ترانسفر مارکت این موضوع رو هفته پیش کار نکرده بود و به تازگی الان آپدیت کرده سایت خودشو و میبینید دیگه الان به باشگاه پرسپولیس لینک
تعیینش کرده و احتمال انتقال یوونتوس به پرسپولیس 61% دونسته. ارزش این بازیکن سابق اینتر هم در 33 سالگی 1.5 میلیون یورو، اما به واسطه اینکه کیفیتش خیلی مطلوب و خوبه به نظرم خرید خوبی میتونه واسه قرمزپوشای پایتخت باشه. هرتا برلین هم آخرین باشگاه مهاجم مونتنگرویی بود و الان اون بازیکن آزاده. امروز صبح علی خسروی، خب کارشناس داوری و داور پیشکسوت فوتبال کشورمون، یه مصاحبه‌ای کرد و یه خاطره‌ای از مهدی هاشمی نسب گفت. ببینیم با هم دیگه. آقا مهدی هاشمی نسب رو یادم بازی استقلال برق شیراز بدون من دیگه چند نمود اخراج کردید، بعد یه خاطره جالب مهدی اومده بود به شما چی گفته بود؟ آره سال لیگ 79-80 بود. خب مهدی که این روزا هم خیلی دلخور تفرق، مهدی رو بعد نزدیک مهدی هاشمی نسب بودید. این یاقی دوست داشتنیه، این واقعا احساسیه، پیچ نداره، ظاهر باطنش یکیه. نظر این بچه‌ها میتونن، نمیخوام من اصلا بخوام، میتونن کمک کنن به فوتبال هر جا باشم. خب این تو کوپه کوپدا و ترکمنستان بازی میکرد، ما رفتیم به بازی اونجا چند تا بازی قضاوت کنیم، من آقای فروغی درودیان، و خیلی هم پذیرایی کرد، میومد با ماشین ما رو بود با من کن 4-5 هزار دلار از اینه که اومد تهران از پرسپولیس اومد استراحت دقیقه یک من اخراجش کردم. اومد گفت علی آقا، گفتم حروم هم بشون خرجایی که کردیم مهدی جان، هیچ هم تفلک نکن. دقیقه یک زد بینی عباس پر شکست. مهدی هاشمی نسب افشین پیروانی، کسی که واقعا میتونم کمک کنم، کمک بکنم، و من فکر کنم خود من با مال جامعه داوری میگم اینا هر چقدر کنار زمین باشن، هر چقدر اون آرامش رو بیشتر منتقل بکنن، هر چقدر خودشون کنترل کنن، به نظر من فوتبال من روزای قشنگتری داره. اینم استوری کمال کامیابی نیاز که حالا تو صفحه مجازی خودش منتشر کرده، قشنگ تن و کنایه زده هم به یحیی گل محمدی و هم به پریرا، و حالا باید ببینیم که این قصه تموم میشه دیگه، بعدم واقعا تمومش کنن دیگه. یحیی گل محمدی هم اتفاقا تو کنفرانس مطبوعاتی هم الان حالا دارم ویدیو درست میکنم در مورد مصاحبه یحیی، هم کلی گلایه کرده بود نسبت به صحبت‌های کمال کامیابی نیا که اصلا در خور شأن کاپیتان سابق پرسپولیس نیست این گونه صحبت کردن بیان جواب یه بازیکن خارجی رو بده، واقعا هم درست میگه. ببینید هر بازیکنی که تو پرسپولیس حالا هر باشه، حتی اگه یه بازی هم میکنه، بالاخره قابل احترامه برای من، خصوصا اینکه بعضی بازیکنها خب سالهای زیادی رو اینجا بودن، از همشون هم تشکر میکنیم، ولی اینکه باشن خوب باشن برن بیرون برن حاشیه درست کنن برای تیم، این مقدار دور از انصافه و اتفاقات خوبی نبود متاسفانه. و موندن یه بازیکن توی تیم هیچ ربطی به سن و سال نداره. ما سه جلال هم اگه نداشتیم، آقا کریم مگه نبود؟ ما بازیکن هایی بودن که سال زیادی تو پرسپولیس بودن به خاطر کیفیتش، این که میان بعضی صحبت های میکنم مثلا فلان بازی کنم 32 سال، آره این ربطی به سن نداره، ربط به کیفیت بازیکن داره و نظر مربی، نظر کادر، همین چیزا در نظر گرفته میشه. ازش هم تشکر میکنیم، بالاخره زحمت زیادی کشیده برای این تیم، ولی صحبتایی که کرد به نظرم خیلی غیر حرفه‌ای بود. خیلی حالا یکی گفته شد یه نفر دیگه غیر از شما تصمیمیتون نباشه و شما خودتون تصمیمیتون باشه. شما که منو میشناسین، بچه ها منو میشناسن، سیامک هم این حرف سرطان رو این توییت آقای علی جهرومی رو هم با هم بگیم، بهادوری جهرومی که قطعا معرف حضور هست و گفته که آزادکارای نوجوان ایران هم مقتدرانه قهرمان کشتی جهان شدن. مرحبا به همت بالای شما، خدا قوت. حالا میگم اینم تازه ترین دستاورد دولت به روایت آقای سخنگوه، گرونی نان، کاهش کیفیت دارو، مشکلات معیشتی، قطع برق صنایع، چاپ پول بی پشتوانه، بی خیال بابا، همت بالای نوجوانان کشتیگی رو عشقه. متاسفانه اتفاقاتی که داره میفته و این از محتوای این ویدیو، امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر با این گونه محتواها ارتباط بیشتری برقرار میکنید که بزنید دکمه لایک رو. انتظار دارم که این محتوا خیلی بیشتر لایکش باشه. دمتون گرم، فعلاً.